بنابر تحقیقات انجام شده، پر استفاده ترین شعر فارسی در سراسر جهان ترکیب بند مشهور محتشم کاشانی است. بنابر این تحقیقات که به مطالعه آماری تکیه دارد و توسط فوتروس مدیا انجام شده، ترکیب بند بازین چه شورش است که در خلق عالم است از محتشم کاشانی فراوانترین و پر استفاده ترین شعر زبان فارسی است که در دنیا شناخته شده است. نکته قابل توجه نگاشته شدن این اشعار به خط زیبای نستعلیق فارسی در مشهورترین اماکن و مساجد از شرق آسیا تا غرب اروپا است که به عنوان نمونه میتوان از حاشیه محراب مسجدی در شهر دربند روسیه نام برد که این مرثیه به خط فارسی بر آن حک شده است. در همین راستا سید جواد موسوی بروجردی، پژوهشگر و فعال حوزه رسانه از استانبول ترکیه با ما هستند تا بیشتر درباره این موضوع با ایشون گفتگویی داشته باشیم. سلام، وقتتون بخیر. سلام، امیدوارم که حال شما خوب باشه. شما علت شهرت جهانی ترکیب بند محتشم کاشانی را چه میدانید؟ مطالبی هستش که باید قبل از اون بهش اشاره کرد. این که قدرت ادبیات فارسی به عنوان مهمترین شاخصه فرهنگی فلات ایران، ببینید وقتی که صفویه با زبان آذری در ایران حاکم شدن، با دو حکومت یعنی با دو تمدن سنی در اطراف خودشون مواجه بودن، یعنی سنیان عثمانی و سنیان مغول در هند. اینها توانستن با انتخاب زبان فارسی، البته این گفته پروفسور سید حسین نصر هستش از کتاب اطلس ایرانی، تونستن به غلبه فرهنگی با اونها در بیان و موفق بشن و در این دو تمدن میبینید که شدیداً تحت تاثیر زبان فارسی قرار گرفتن. خب این قدرتمندی زبان فارسی به عنوان یک رسانه قدرتمند که شعر هم باشه، اتفاقات مهمی رو رقم زد در این منطقه. باید قبول کرد که این شاعر بزاز یا حالا پارچه فروشی که در اون دوره تحت تأثیر مرحوم حسن کاشی، طبق گفته خودش شاعر دوره ایلخانی که اون هفت‌بند معروف در مورد حضرت امیر رو دارد که بخشی از اون بر ایوان طلای حضرت امیر نوشته شده و امروز شما میتونید ببینید، این شعر و سرود و جنبه های نمایشی این و قدرت صحنه پردازی که در این شعر وجود داره واقعا هر خواننده‌ای رو تحت تأثیر خودش قرار میده. قطعا این شعر مهمترین سروده در حوزه ادبیات حسینی هستش. طبق مطالعاتی که انجام شده این شعر خب بالاخره در بسیاری از مناطق، یعنی الان ما فیلم‌های جمع‌آوری کردیم یا عکس‌های جمع‌آوری شده که همینطوری که خودتون هم اشاره کردید در منطقه دربند در روسیه که خب مرکز جمهوری داغستان هم هست که منطقه شیعه نشینی بسیار مهمه در آثارش هست، در برمه، در همون میانمار، در تانزانیا شما میتونید این رو ببینید، حتی در کویت. اخیراً من فیلمی رو میدیدم از سخنرانی جناب آقای حیدر علیوف رئیس جمهور سابق فرهنگ کشور آذربایجان، در پشت سر ایشون در باکو حتی همین شعر با نستعلیق فارسی نوشته شده. در بسیاری از ذریع‌های امامزادگان این شعر رو شما میتونید موجود و نوحه‌هایی که حتی به زبان غیر فارسی هستش. این نافذ بودن کلام قطعا یک دلیل ماورایی داره، یعنی جدای اون که خب شعرهای بسیار قدرتمندی در حوزه ادبیات حسین و آیینی گفته شده، اما هیچ کدوم به توان یا حتی قدرت مبارزه با این شعر شاعر کاشی رو نداشتند، دلایل ماورایی هستش که احتمالاً بسیاری از اون داستانش رو خوندن. بله، کمی بیشتر درباره اسامی مکانهایی که اشعار حماسی محتشم را خوشنویسی کردن برای ما بگویید، بفرمایید. بله، عرض کردم منطقه دربند روسیه شاید برای خیلی از مخاطبین بسیار عجیب باشه که قدیمی‌ترین شهر روسیه و پایتخت جمهوری خزرها که مرکز جمهوری داغستان هست، شهری هستش به اسم دربند که مرحوم ملا آقای دربندی مقتل نویس معروف اسرار الشهداء اونجایی هستند، در فرض که خیلی ها فکر من اهل تهران ایشون و خیلی از علمای شیعه خواستگاهشون از اون منطقه بوده.
باب الابواب در اصل یکی از قدیمی ترین نوشته ها رو در مسجد شاه عباسی اونجا ثبت شده، در مدرسه، حالا من اینجا هم ثبت کردم، ولی در محفل بی بی زینب جزیره زنگبار کشور تانزانی ها، ما تانزانی ها این رو میتونیم ببینیم، در بعضی از حسینی هایی که در کویت الان هستن تصاویرشون رو ما جمع کردیم، در حالی که به زبان عربی نوحه میکنن ولی اون وجود داره. و در شرق آسیا همونطور که زیتونش در برمه و اینها بسیاری از مناطق هم سنی مذهب هستن ولی به عنوان یک نماد شیعی ذکر شده، و اگرچه خیلی ها در ادبیات معاصر ما سعی میکنن که بگویند دوره صفوی دوره نابودی و ضعیف شدن شعر در دستگاه زبان فارسی بوده، اما تأثیر و نفوذ این همین یک ترکیب بند در جهان امروز ما نشون دهنده این اشتباه بزرگ اینها هستش. با تشکر از سید جواد موسوی بروجردی که با ما همراه بودند.